حبیب یغمایی، پژوهشگر ادبی، روزنامه‌نگار و شاعر در سال 1280 خورشیدی در شهرک خور به دنیا آمد. از کودکی طبع موزونی داشت و برخی خواسته‌های خود را به زبان شعر بیان می‌کرد. حبیب در سال 1295 عازم دامغان شد و در آنجا در مدرسه ناظمیه به تحصیل مشغول شد. در سال 1300 از دامغان به تهران رفت. نخست در مدرسه آلیانس به تحصیل پرداخت، سپس در دارالمعلمین مرکزی در رشته ادبی ادامه تحصیل داد. در آنجا از محضر استادانی چون ابوالحسن فروغی و عباس اقبال بهره برد. پس از پایان تحصیل مدتی در دارالفنون تدریس کرد. وزیر معارف وقت یحیی خان اعتمادالدوله برای تألیف کتاب‌های درسی یغمایی را به کار گماشت و بدین سبب برخی اشعار او از جمله زاغ و روباه به کتب درسی ابتدایی راه یافت. یغمایی در سال 1327 رئیس فرهنگ کرمان شد. مدت کوتاهی در این سمت بود و در همان سال مجله یغما را بنیان نهاد. او چندین کتاب در زمینه پژوهش‌های ادبی و همچنین تصحیح متون کهن ایرانی دارد. در سال 1356 دانشگاه تهران طی مراسمی به چند تن از دانشمندان کشور از جمله حبیب یغمایی دکترای افتخاری در رشته ادبیات اعطا کرد. یکی از بزرگترین خدمات حبیب یغمایی به زبان فارسی چاپ و نشر مرتب مجله یغما طی 31 سال بوده است. اولین شماره در فروردین 1327 و آخرین شماره در اسفند 1357 منتشر شد. حبیب یغمایی سرانجام در 24 اردیبهشت 1363 پس از تحمل سالها رنج و تلاش در راه ادب ایرانی در تهران زندگی را بدرود گفت.